به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما وطن‌دارای گلم. آرزو میکنم هر جایی که هستین صحت و سلامت باشین و یک سلام خاص برای اویده عزیزانی که ما را میبینن از کشور ایران و کشور تاجیکستان. ما همیشه دیگه در برنامه ها شما عزیزانی که بیننده هستین شما را هم یاد خاط کردم. به هر حال دوستای عزیز، ما امروز آمدیم در پل سوخته بدون معتاد. شما میبینید که خوشبختانه چند روز پیش همکارای ما با پاکاری، صفایی، رنگامیزی پل سوخته آمده بودن. این جاده ای را که میبینید از پل سوخته گذشته بسیار زیبا رنگامیزی شده. تا چند لحظه پیش هم که برف بیشتر شوه کارمندان شهرداری اینجا کار میکردن و همه قسم کار هم جریان داره در زیر پل سوخته، پاکاری امو کثافاتی که بالاخره آب عبور بتن از زیر پل سوخته. آمدم تا شما را در این روز برفی با چهره جدید پل سوخته آشنا بسازم. شما چهره جدید پل سوخته را ببینین چی تغییرات در این پل آمده. بعض عکس ها و چیزهای اینجا نصب بود، اونا پاکاری شده، رنگامیزی هم تا یک قسمت شما ببینین تا اون قسمت تا چند لحظه پیش رنگامیزی جریان داشت که کار چون برف زیاد شد کارمندان شهرداری توقف دادن، اما دوباره شروع خواد کردن. دیگه همه قسم ما با عرب جان کم کم میریم. کجا میریم؟ اونجا لب دریای پل سوخته یا لب پل، ببینیم که چی کار در این روز برفی انجام میشه و هنوز ها میبینیم که اونا پاکاری این دروازه جریان داره. سلام بیادر، خوب هستی؟ جان جور است؟ ساعت ها خوب است؟ چطور سی کنی هوای برفی؟ والا فضل خدا، شکر خداست، نعمت خداوند پاک است. چی کار میکنی اینجا؟ چورستان هستی؟ من مسئول خوازکاری هستم، من اینجا دیگه نامدیم توکل به خدا بر اومدیم. این روز برفی خوازکاری؟ سخت نیست کار امروز؟ مشکل است، اما چطور کنیم؟ وظیفه است دیگه؟ نفقه ایال فرض است. راست میگی. حالا ما چند وقت میشه که در پل سوختن اومدیم؟ چی تغییرات آمده نظر خودت؟ بسیار تغییرات زیاد آمده. عفونت از پل سوخته و کاملا گم شده. مردم از اینجا که تیر میشد بسیار به اذیت و آزار بود. بوی عفونت زیاد بود، معتادای مواد مخدر بسیار اینجا زیاد نشست و برخاست داشتن. حال فضل خدا که روز به روز حالت بهتر شده. خدا را شکر. یک چیزی که برام گفتن خیلی به ما جالب بود. گفت اینا می کارمندای شهرداری یا کارگرایی که اینجا کار میکنن از یک چیز دیگه میرن اینجا رنج میبرن. میگن که بسیار شبه زیاد است. وقتی خانه میریم اتو دست کالای ما شبش میبره راس است. امکان داره اونوا گاز با کثافات دست و پنجه نرم میکنن و مسئول کثافات هستن، دزیر کثافات هستن. خب وظیفه معمولا فرق میکنه. امکان دارد که در کار از اونا شپش و ایگپا باشه. یک وقت میگفتن که در یکی از کشورهای عربی یک شپش تا $50 خرید فروش میشد. اما اینجا تو فراوان است. امکان داره که ایگپا باشه. برحال تشکر برادر خودت، برای موفق باشی. اینه دکه دوستای نال کم کم همه قسم میریم از سرک عبور کنیم که خدای نخواسته موتر نزنه. یک دقیقه برو بخیر بریم. یک لحظه بچیش که ما رو موتر نزنه. خب این دو سال کم کم آمدیم، میبینین که موتر شهرداری هم اینجا استاد است. کثافات از اونجا بار زده میبره از این منطقه انتقال میده تا این زیر پل پاک شوه و صفا و منظم شوه. ببین یک چیز جالب براتون نشان بدم. بیاین شما. خب عزیز عرب جان تیر شده میتونی؟ ببینم تیر شده میتونی نمیتونی؟ آفرین، بسم الله. این دوستا شما ببینین یک قسمت این زیر پل پاک شده، صفا شده، منظم شده و اونجا گفتم چیز جالبه که براتون نشان میتونم، اونو سگهایی است که اونا محتاج شده بودن. آله هم در جستجوی غذا و در جستجوی ازی هستن که خب امو بوی مواد به بینیشان برسه. خب به هر حال این موضوعی بود که کل مردم افغانستان از این موضوع رنج می برد و اونجا هم اونا کار کردن. چند لحظه پیش متوقف شد، تا چند لحظه پیش هم پاکاری بود. چون برف زیاد شد از این خاطر کار فکر میکنم توقف دادن. قندول بیجی تو چی کار میکنی؟
بیا تو. خب خب بر صورت بین دوستان قسم کم کم بریم. خب یک موضوع دیگه، بین که شما دوستان را ما ببرم در زیر پل سوخته، از همون مسیر که معتادین عبور و مرور میکردن و از همون مسیر یک بار دیگر ما میخواییم که زیر پل سوخته برام، ببینم که چی از کسانی که معتاد با مواد مخدر بودن باقی مانده و اونجا ببینیم یک بار دیگر خاطرات تلخ دوباره تازه بسازیم. چرا تازه بسازیم؟ به خاطر از اینکه این پند شوه برای کسانی که مواد مخدر استفاده میکردن که دیگر همچه جای نیاین. اگر چی روز سخت برفی است، ما اون واجبی خدا ادا میکنیم، واجبی انسانی خدا، واجبی خبرنگار ادا میکنیم تا از لحظه به لحظه رویدادهایی که در پل سوخته اتفاق میفتاد شما را آگاه بسازیم. و اینجا در بین دروازه یک جایی که است که اونجا پناهگاه برای از برف و باران است، یک تعداد وطنداره ما اونجا جمع شدن، ببینیم چطور از بخاطر برف پناه گرفتن یا کدام کار وظیفه دارن. بیاین که بریم اینجا آشنا شویم با ایشان. سلام علیکم. علیکم سلام به شما. خوب هستی برادر؟ شما خوب هستید؟ ساعتت خوب است؟ جون جور است؟ از خاطر برف اینجا پناه گرفتین؟ نه خیر، نه، ما کم کار داشتم، از ما شبکه رسانی است. خوب بسیار خوب. کم کار داشتم، متل یک نفر هستم. خوب بسیار خوب. خوب است که اینجا آدم از برف یک کم در امان می باشه. بله بله بله. خیلی امروز سرد هم است. سرد نه، باز خوب است، فضل خدا نسبت. خب در پل سوخته خو یک وقت باز فضل خدا خوب است. از این پل سوخته اون وقت خوب رو بمرور میکردید قبلا که اینجا معتادین بودن؟ بله بله، همیشه همیشه اونجا دفتر ما سگون دفتر رو برسانی زگد ما. خب خیلی اون دفتر تون است. خیلی دیگه اینجا خاطرات زیاد داری. گفته یکان تا رفته در رو زدم اینجا تربر میشه مون. هفته در رو. از این بگو که چی خاطرات داری از کسایی که اینجا معتاد بودن و برمرو داشتن؟ چی گپایی بود؟ کسایی که اینجا معتاد بود بدر گل برد بگن که خب بسیار خاطرات تلخ داشتم. واقعا آدم اینجا که تر میشن باور کنن ماکسیم دجه بود، فهمیدی؟ ماسک این دجه با وجود آدم اینه که ماسک می زدم من به فیصله یک احساس چی میکردم بسیار هم یک بوی تعفن تلخ هم بسیار بوی آه. بوی بد بود. آه عمو تر میشن بسیار به اگزاما دگان باور کنم می دویدم دفتر مو اونجا زگو برسانی حالا موجا پایپ ما رو یخ زد و کارگرای ما کار میکنه ما تل نفر هستیم از شرکت چی طلب کردیم به اصطلاح نمی وال وال بله دیگه خاطره تلخ ما از جمله اینه میسه که همه قسمت هایی که ما وال میزنیم به خاطر آبرسانی اون می در پوش های دور آینی دک نه فلزی سگوار میبره پودریا کندن بردن ها ما مجبور شدیم کل تخت سنگ برش کردیم سر زمانده و یک خاطره ما دوم دیگه دم دفتر شده بودیم که برای من که بوتای ماش نیست فهمیدی دفتر ما زد بالای عموم چند جوره بود تا بردن؟ یک جوره بود از شریک ما رو بردن دیگه دو جوره بود دیگه از دفتر چی سک دفتر وکیل عموم ما سک از وارم دو جوره شو بردن اما سه جوره رو دمو بین بوجن چقدر چیزای دیگه رو بردن؟ بسیار زیاد می صندوق های برق نسک هم سرپوشاش هم سرپوشاش هم دروازه اش مثلا میکنن میبرن میبودن حالا که جمع شدن بعد از جمع شدن چیز را بردن نه 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 فضل خدا بسیار خوب ما اینجا نه وقتی کالا جمع شدن کی ببره دیگه نه کی ببره دیگه غیر پدری کس نه ببره دیگه راست میگی راست تشکر میکنم بعد از شما قربانت گدر اینجا کوکای ما میجیش انگشتر سودا میکنه بیا تو که اگه انگشتر خوش ما بیاد بخریم اگر ارزان باشه یک ذره سلام کوکو جان خوب هستی جان جور است ساعت خوبه کار ده میجا دمی سر پل سوخته نو شروع کردی یا سابق بودی نه یک سال دو سالی بشه یک سال دو سال میشه خی اینجا بوی زیر پل سوخته زیاد می اومد اینجا دیگه والا بینی ما میبینید که بند است فضل خدا از این چیزا بی غم بودم خدا رو شکر خب حالا که معتادین جمع کرده بینید واسه شده و هنوزم بنده نه والا از ما خوب بند است بند است ها مشکلی ها سرویس خب بخیر خوب شوی بخیر خوب شوی خب تو بگو چه قصه انگشتر داری چند است یا انگشترا عقیق است دیگه هر چیزی مثلا از چوبوب سیلور است تو انگشتر خوبیش داری یگان تا بیشتر خوب نه از ما زیادتر باره چوره است خب یاد کس این سنگای چی است عقیق است عقیق است ها عقیق است یا گفت تویش به اصطلاح دزی چیز است دزی چیز اول نگفتی که کدی بوی خودت نکرده بودی اول بوی نباشه بوی خود نه هیچ من میگم بینی کار رو بکن خب برادر بی غم بودی بینی من بود دیگه جور باشی دیگه خدا یار خدا بخیر کاربرت خوب کنه دمی روز برسی سلامت باشی بادار گلم پس یک چهار تا نان برایا شک خدا میره وانه تا شکر
او بشک والا بیا تو اینجا لیلام از بیا بخری و میره چی هستی بیا در خوبی جان جو روز ساعت خوب است انگشتر چی کجایی هست اینا بیا در جان یا کلگیس نقره است خو عالی ره همه تو کوتره سودا میکنی دوندانه ای ایرمی تو کوتره بیا در کوتره چند همه تو بیا در 12000 یک گپ که 12000 اینی فیروزه یکم زرد شده اگر نی خوب فیروزه بوده فیروزه نی زرد شده نی دیگه اگر زرد میشه بود مو بخشی از تو باشه اگر نشه بود 2000 بخرم بوده دندش نقره است چند گفتی اینه میتنه به شفری است اسلیم است همین رو تنه چند بخرم امرو بده یک دو دو نظاری بلند میگی 1500 تا اون است نه بلند بگر دیگه فاست میشه انگوشتر فروشه جوری چه پایده کده 2000 بخر دندش خوبش از مگم همی فیروزه شکم چرب شده نه چرب نشده ما فیروزه شناس هستم دیگه چرا بیست رو بیخی تا خونه آخر زمانت تا خونه آخر زمانت آخر چند گمش کو یک گب هست یک گب فقط پیسه کار دارم یک گب فروشی هست سبر تو مگان تو خوبش اگه پیدا کنم کلش خوب هست یکیش خراب نیست و این نداره قدر خود کلش نقره یقیق فیروزه یعنی می چیز هست ما اگه یک بای کنم قار خونه می شترم یعنی یک دانه را قار میشی گمش کنم میره را کنم بای بیتره والا بیادر جانم اگه به آخر زدین 2000 که بخری دلید نخری دلید برو خیلی سعید بیادر ایت قربانی چون بخیر بشی بیادر خدا کنه مگم هر کس بخره فایده میکنه والا چند دانه است؟ یک 16 هفته دانه است دانه 1000 رو پنه میه 12000 دانه 1000 رو پنه میه تو بگی دانه 1000 پیدا که من بخرم از اینجا میره خمان گوشتر نه پیدا نمیشه راست میگی والا خب یاد اگر خدا مهربان است که بخیر سعوده خیر مشتری خوب پیدا کنی توکل به خدا هر چیزی که رضای خدا باشه ولی را خودت دانه چندی خریدی که کلش 5 تا اون من مریض دارم دست خودم سودا میکنم بیا چی میگی خدا شفا بده مریض تام بخیر خود من این 20000 پوم جافتر تمام شده خدا خدا مهربان است که بخیر یگان خریدار خوب پیدا شوه بر صورت مزاحمت نمیشیم قربان چون بخیر باشی یکم مراد میکنیم این خریدم والا بذارم یک دونه بر صورت دوستای عزیز بیاین که دیگه نمیخوام کم کم بریم زیر پل سوخته گفتم شما را زیر پل سوخته اما قبل از اینکه اینجا یک برادرم کده شاشنا شویم باش بشینیم کاکا بیاییم که حتما سابقه کار است همیجا کاکا جان سلام علیکم بشینم همیجا بشی چطور هستی؟ شکر فضل خدا جان جور است شکر زنده باشی چقدر وقت میشیم که سات جور میکنی کاکا؟ یک 10 سال میشم 10 سال میشه؟ خیلی دیگه اینجا اگان پودری اندیوالا میامده پیش دگان و که کلش اندیوال بودیم که کلش والا بچه خوب بودن من یکان وقت میرفتم زیر پل سوخته بسیار کوکا کوکا بچه هم بود دوینشان بچه خوب بودن خب کارشان خوب نبود کارشان خوب نبود والا به هر صورت خود سرنوشت اموز رو کشانده بوده شانه حالا از روز که اینجا بردن کنم روز خاتمات چیز رو خبیش نبرده بودن بسیار بردن گمش که این چبله پای منم بردن چی میگی؟ قیمتی تری چیز چی بوده؟ اول که آمدم نمیفهمیدم فهمیدم بس چبله که میگیدیم یه میشتیم اولا که نمیفهمیدی بلد نبودی؟ بلد نبودی که نمامده بودم نه بس سه میگیم چبله یه بود مده پایم نمی بود این مشکلات ها بود زیاده گرم شانه بلد چیدیم خیلی زیاد توانا را دادی اینجا؟ بسیار ساعت هارم زیاد بردن چیز هارم زیاد بردن خب زیاده را بردین هم بخشیم خب اگر بودین چیز صدر پر مصد به در برشان خریدیم خب همون چیزای ارزان خیلی فایده هم کدی دیگه حالا که توانا کنی پیدا کجا پیدا میگی راست میگی حالا از وقت که رفتن پشوندق نشدی نه خوش خدای با گره گم کرد گمش کو این ملک ما شما را می خراب کنه خب خدا شفا بده شورا والا من دستکای ما یخ زده یک لات چای بده کم دست ما خو گرم کنم اگه نخوردم ها خب حال چطور است کار بار شکر فنده خدا روزی رسانه امروز روز برفی است از اگه کارم شد کم والا ما خو ما ما اینجا گفته که دیگه نشینی خب خب باز ما کما کی مالای مردم پیش ما ساعت های مردم پیش ما سیم چیزا را خب امونا رو تسلیم کنی باز بخیر مردم ما مالای ما باز ما چه کجا بریم دیگه باز مردم پشت تا کجا بگردن امینو که ناخور ما مت اگ یخ زده چای بگیرم چای بگیرم گرم میکنه اینمی خب دعا میکنیم که دیگه جوانو ایمونه دی آل روز نبینیم آره بگذی از این مرد میکنه مسلمان رو نگاه کنم بسیار بد مرد آلا یک چیز دیگه اینجا که خوب است 10 سال به این طرف بودی دود بوی از یام آدم هم متات میکرد آموخته خو نشده بودی تا حالا که آمده بودم کمک سر ما تاثیر کرده بود اما که وقت خانه میرفتیم باید یک قسم اون نشایه واریم تو میشه گنگز گنگز باید اون دست ریخ تازه میکردیم باید یک چیز گذارم میشه حالا بلد شده بودیم دکر ایشه هیچ هم شاله سرات دارم نشه که دود نمیرسه یکان وقت دیگه اصاب خراب نه خدا نکنه شکل ما شما انسان هستم نان میخوریم کاف ها نمیخوریم راست میگی راست میگی خب بیا به هر حال کاکا جان دیگه برای روز و روزگار خوب میخوایم خداوند در کار بارت برکت بده خیر ببینی نمی چای دستکای مزره گرم کرد بسیار یخ بوده ما
ما یک دفعه میرم دم زیر پل سوخته اموجا میخوایم ام خاطراتم یک دفعه باز تازه شم ما زیاد اینجا پیشون اولگیرشان اومده بودم پس چند تصویر شما دوستا ببینین ما میره برام شما را زیر پل سوخته زیر پل سوختی بدون معتاد ببینیم که اونجا چی از معتادین به جا مانده وطندارای عزیز ما در این روز برفی در این روز سرد زمستان یک بار دیگر آمدیم از بالای پل سوخته و از زیر پل سوخته شما را بازم آگاه بسازیم که چی خبر است چی میگذره در اینجا پیشتر در سر پل ما گفتم که چند تا سگهایی که در اطراف کسایی که معتاد به مواد مخدر بودن معتاد شده بودن و اونجا هم تصویرش شما چند لحظه قبل دیدین همکارم تصویر گرفت فکر میکنم سگ است که باقی مانده از امو معتادینه که در اینجا در گرد بر خود سگها را به خاطر گرم کردن خود نگاه میکردن که متاسفانه سگهای بیچاره هم اونا هم معتاد شده بودن که اونجا هنوز هم سگ دیده میشه که در اونجا هم تو وضعیتش معلوم میشه که او هم معتاد بوده به هر حال بیاین که کم کم همه قسم پیش بریم ما یک بار اون زمانی که جوانای یا معتادینی که در اینجا بودن آمده بودم تا یک قسمتایش ای پلا ما تانستم برام دیگه نفسم بند آمد پیشتر رفته نتانستم چون اینجا به حد دود بود به حد دود بود به حد جوانا وضعیتشان خراب بود که وقتش آدم نمیتونست چند لحظه تحمل بکنه اما این پل شاید بدبختی هزاران در هزار معتاد به مواد مخدر است که جانهای خود از دست دادن متاسفانه به اثر مواد مخدر استفاده مواد مخدر حال هم آمدیم تا ببینیم که دیگه چی خبر است و شما این قسمت ببینین تا یک قسمت های جای پاکاری شده ببینین اینجا راه باز شده برای از این که آب عبور بکنه از این منطقه و اونجا هم شما تصاویر از سگ را میبینین که با چوچگکش باقی مانده و سر وضع او سگ هم که شما میبینین معلوم میشه که از امو کسانی که معتاد بودن معتاد با مواد مخدر بودن اینجا از امونا باقی مانده شاید این روز سرد زمستان چیزی برای خوراک هم نداره کشنه است اما به هر حال دوستای عزیز هر قسمت ازی یعنی بلست بلست اینجا شاید بدبختی هزاران جوان معتاد با مواد مخدر است حتی آل هم با آمدن اینجا وحشت میکنه آدم و میترسه آدم که اینجا چی گذشته و چی میگذره و میبینیم که فقط بوت و بعض کمپل و اینی چیزهای از معتادین اینجا باقی مانده شما تصاویری از معتادینی که در کمپ فنکس بود اونجا هم دیدین اونجا به هزارها بار بهتر از اینجا از برشان و اونجا انشالله که تداعی شوند یک روز همشان بر بگردن یک قوی کار بسیار خوبی هستند که دولت بتون از اونا در یکان فابریکات استفاده بکنه که دوباره بر نگردن دیگه انشالله دعا میکنیم که هیچ وقت و در هیچ زمان هیچ شرایط شاید از این نباشیم که دیگه جوانای ما در یک گوشه و کنار معتاد باشن ببینین که چه رقم زندگی داشتن و چطور اینجا شب و روز خود سپری میکردن این وضعیت ببینین این روز حالا ببینین که در اینجا چی میگذشته خب ما اینجا آمدیم دیدیم خیلی کساره و خیلی کسا اینجا آمدن زندگی خود تباه کرده و برباد و فنا دادن و یک جای جالب دیگر نشان میدم که من یک جوان
صحبت شو گرفته بودم که او جوان در امو قسمت پل نشسته بود و اینجا هم خیمگکا و جایی بود که معتادین آمده بودن و در اینجا برای خود جای مکان بود و باش جور کرده بودن در این قسمت. خوشبختانه اون جوان صدای شنیده شد و گفت که من فداکاری میکنم، من هیچ کس بالای من نمیفهمه که من معتاد هستم، ولی گفت این فداکاری را من میکنم که دیگه خانوادیم و همگی درباره معتادین با مواد مخدر یک تصمیم جدی بگیرن. این آبی که میایه از تشناب ها است، یعنی آب تشناب است، آب کثیف است. در اینجا معتادین بعض وقتا میدیدن که کالای خود میشوشن و حمام میکردن و روزای سخت را سپری میکردن. مخصوصا من یک احساس برای من دست میداد هر روزی که اینچنین برف و باران میشد نگران میشدم که معتادین بالاخره این روزای سرد چطور سپری میکنه. و اینجا میایم خاطرات تلخ دم چشم میایم. من اینجا شاهد جوانای از حتی نوجوانای از سن سال مثلا 14 و 15 و 16 میدیدم تا مرد 70 80 ساله که در اینجا معتاد با مواد مخدر بودن و اینجا مواد استفاده میکردن و هر روز با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم میکردن، زندگی خود بر باد فنا میدادن. خب فکر میکنم که حرفای ما هم زیاد شد، شما قصه های از اینجا را هم شنیدین. انشاءالله بار دیگه که من اینجا بیایم این فضا کاملا باز باشه و یک آبرو باشه و دیگه دریای کابل یک دریای خروشان باشه، نه این همه کثافات. اینجا بسیار بوی بد است و جای خوبی هم نیست. فقط من یک بار دیگه آمدم ببینم که بعد از گذشتی که معتادین انتقال دادن دیگه اینجا چی سپری شده، چی است، چی موضوع است. یک چیز دیگر جالب بر شما بگویم دوستان، این قسمت صفاچه را که شما میبینین اینجا میگفتن که معتادین یک رئیس داشته، فقط او رئیس اینجا بود و باش داشته و میششته و امر و نهی میکرده بعض معتادین بالایشان. بهرحال از این پل کتاب ها نوشته شده، هر معتاد یک کتاب بود، داستان زندگیش یک کتاب بود و اگر زندگی از او را مطالعه میکردی از اونان پند در وجود داشت. اینجا یک پند است بر دیگر جوانایی که علاقمند مواد مخدر و نیشاباب است. امیدوار هستم هیچ جوان علاقمند مواد نیشاور نشن که سرنوشت خوبی نداره، آینده خوبی هم نداره. پس بیاین دوستا که از اینجا بریم بیرون، دیگر بقیه گزارش از کسانی که زیر برف کاربار میکنند داشته. از زیر پل سوخته بیرون و حالا هم ببینیم سر پل چی خبر است. باشه برادر من جیلان داره چی میگه؟ خوب است ایلان جان و جو بگه یک صدا که یک چند تا پنجا پنجا را پا چراغا شاشی مالوش مال کمپانی پنجا را پا از شرکت خالص نمر از مالوش از مال کمپانی پنجا را پا پفا خریدم چراغ برآمده و مردم شریف افغانستان پنجا را پا لیلام است. پفا خریدی چراغ برآمده؟ پفا خریدم چراغ برآمده. چطور؟ و فرزان است فکر کنم پیسه پفک دادم. تالی نسه گوم. تالی مردم از تالی ما چی؟ ما طلا می خریم بیادر مسو. طلا می خری آیین می برام. آیین برای است. پپا خریدن چراغ برآمده. خیام یک تالی مردم از دیگه نوش جان. پفک چی قسمی خریده بودی؟ ما پیسه پفک دادم بودم چراغ برآمده دیگه به ما. تو بیا یک چراغ سعی کنی؟ نه نه. چراغی است که درخ چراغ داره یک لیتر دیجه 20 پانو. بار نداره. دلیل برقی کامل دیگه جان است. درخ چراغ داره، یعنی چراغ پیشروش، یعنی چراغ پیشروش، یعنی هم ساکتش، هم در برق زنده چارج میشه، هم در سولار چارج میشه. فکر کن پیسه یک در جنگ گوگرد نیستن تو خواه. خواه این بولتی بولتی خواه نمیخوره؟ بیتری میخوره، بیتری داره چاچکیستن. خواه در... والا خوب چیز است یک گناه بخرم. دما چند مرات میکنی؟ یک پیسه نده. حالا ما که چراغ خریدم چی برایه؟ حتی که چراغ بخرید روشنی میفره در روشنیش میشینی دیگه خود اگر کدام مشکل نداره. یک دفعه دیگه هم صدا کو که دوستا بشنوه. چراغ های چاچی مالوش مال کمپانی پنجاب افغانی لیلام از سو مردم شریف افغانستان.
هر برادرم پیسه نداره یک تا چراغ تا 50 سال ما قرض اومیت مشا 50 رپا با فخریدم چراغ برآمد مال وش از مال کمپانی است از شرکت خالد لمر از مال لایف از 50 افغان لیلام است بیشک تسمه میگم چای میخوری چیزی کار از مدخل خدمت دست باش که میره پیسه شخو بتا موال کدام مشکل نداره هج پیسه نمیتی زنده باشی ایرم دو شوقی خاطرم صدایت میخرم آ چراغ آقای چاچی ساجی سه نه خیلی پینجا ایرم ما بده ما دیگه حالا یک تا چراغ حق داری سر ما قربانت بخیر باشی اینه بخاطر خریدم خو که اعلاناتت شوه صحیح اینه بیادران میخره شما هم تو بیبر قسیم ما را مارام داشته باشه کل افغانستان ما را یک مرنه مردم فقیر است مسکین است کل شهران داشته باشه اینه کاکای من کدام چیز میگه کاکا سلام کو گب نمیزنی کاکا جان خو گب نزن خیر است آله بیاش که گفتی که ما برق داریم ما برق داریم این یک تنز است دیگه ما شیشه داریم بیتری داریم برق داریم خب بیشه خیلی چراغ چی میکنی؟ چراغ آمدم سعی کنم سعی کنی؟ حالا اما تو تنها سعی میکنی نمیخری؟ آه نه ما تنها سعی میکنم نمیخرم اما تو مذاق میکنه در کابل برق از کجا شد؟ کلگی باید از این چراغ ها بخره پینجا رو پا من تاجکستان برق کش کنم چی؟ آخو دگه دگه چاره نه در پینجا رو پا که نخیدن از تاجکستان برشان برق کش کنم آه اونو برق باز آجی سیفی ضعیف نه سیره اول کمپنی در داخل شخصی بازار جالب از بر صورت دوستا بین که دگه قدم زدم تو کم کم اوتر افریم کاکا خودت هم خریدی؟ آه یک دانه خریدم استاد آه برو خوب است حداقل برق نداره ما حداقل هم پیش پای ما ببینه پیش پای ببینه که خودت ما یادت ریش سفید هم هستیم خوشو تاریک چشمم نمیبینه ای سگ دیوانه که خورد تو یادشان میای خو مثال بیرون میبره درون میبره نه که سگ دیوانه خورد تو مجبور تا در تاریکی است اگه می چراغ باشه چرا سگ دیوانه بخوره ایتا راست میگه اونو وقت ما یادشان میان که ولک پینجا رو پا کاش کرد چراغ چقدر وقت میشه که کاری چراغی چیزا رو میگیری ولک کاری چراغ چیزا رو دو ماه میشه که شروع کردیم دو ماه میشه؟ خب خیلی دو ماه پیش هم میشه پودری ها متادین بود والا متادین بود خدا را شکر دیگه حال متادین از امارات ما خوش هستم که مردم ها را کلا جمع کرده جلوگیری کرده امروز شاید بیادر ما دمی کس میرفت اندیوال میرفت یک دوست میرفت امکان داره بچه ام دمی کس باغشته میشد همین خوب است که بیادر گل گشنام باشیم خیر است که مردم ها گم شد چهار تا دیگر عملی پودری نکنن راست میگی اینم پودری باشم از ما چی جور میشه اگه این آدم هوشیار هستن که تا اومدی گفتی بگی آقا بزن اگه پودری باشم شاید یخنده تو میکنی میری بالا اما تو گپاس نه خداوند نعمت بده تا که نه غریبی میکنی کار میکنی بخیر باشی جان ما چرا خریدم که می وطندارای دیگه ما بخره یک کدام مشکل نداره یک جهان تشکر یک کدام مشکل نداره بخیر باشی خداوند کار ما برکت بخوره نان میخوری همین جگ اگ دینه میخور فقط در خدمت تو هستم باید تو آورده میتونم آرام باش سلامت بخیر باشی برو یک جهان تشکر آرام باشی خب دوستای عزیز همین قسمی که شما در تصویر میبینین اینجا موترهای شهرداری همه پای در پای استاد هستند تا کثافات از زیر پل سوخته انتقال بدن. بعض از دوستان میگن که 20 سال بود که این پل شاهد کثافات و بدبختی و خرابی بود و خوشبختانه که حال هم اینمی بدبختی تا جای پاک شده، صفا شده و گم شده و شاهد یک پاکی و صفایی و خوبی اینجا خواهد بودیم. شما میبینین که کاربندان شهرداری در این هوای سرد آمدن اینجا کار میکنن، زحمت میکشن و خداوند انشاءالله توان بتیشونه بیان که پیشون بریم اگر بتونن صحبت بکنن و ببینیم که اینا چی مشکل دارن، به چی نیاز دارن و شما ببینید که اونجا انبار از کثافات است. عرب جان میشه که تصویرش داشته باشی که چی وضعیت است، اما این کار زیاد کار داره تا که اینجا پاک شوه، منظم شوه، صفا شوه. کاکا جان سلام علیکم. سلام. خوب استی؟ فضل خدا. جان جور هسته؟ فضل خدا مگذره. چطور که یک دمی طرف تیر شدی آمدی گفتی ببینیم چی هست؟ فصل کنم اینجا زیر پل سوخته را پاک میکنه. زیر پل سوخته را کار خوب میشه نه انشاءالله؟ بسیار کار خوب است دیگه. بسیار خوب. یکان وقت اینجا تیر میشدی میدیدی که اینجا چی حالا چی وضعیت هست؟ بوی جنگ ساباش خدا راستی که چیزی بود که راست میگی راست میگی. خب انشالله که بخیر یک روز از یه تیر شم که آب خروشان از این دریا تیر میشه. خدا مهربان است. خدا مهربان است. امیدوار هستیم کل ما و شما. بله. برو یک دعا کنه که بخیر کل چیز جور شوه. آمین الله خدایا. چیزی که هست خرابی ها جور شوه و
خوبیا زیاد شوه خرابیا گم شوه امنیت شوه امنیت شوه بخیر باشید تشکر خودت کاکا حالا هم یک برادر مامی جا سلام برادر جان خوب هستی جان و جور ساعت تو خوب هست سلام علیکم بر شما سلامت آرام باشی زنده باشی چه خبر است والا خبر این نیست که تقریبا 11 روز است کار میکنیم دیگه این نمیج و شاید هم یک در روز 15 روز دیگه مونده باشه اینم 15 روز دیگه کار داره که جا بله پاک شونه بله بله خیلی کار زیاد داره اینجا کار زیاد است به خاطر که در طول اینم 20 سال که کثافات اینم هوا آورده بود و مردم انداخته بود یا پولریا پایین کرده بود کلش تجمع شده بود بخی همی دو خانش پر بود یک خانش یک زرک جای داشت دیگه دیگه ما دیدم یک قسمتایش پاک شده بود یک قسمتای دیگهشون در حال پاکاری بود بله یا کار مجریان داره میبینین که شما در تصویر میبینین که اسکاواتورای ما اونجا جوانا عرب جان میبینین که در بیل لوش کارمندای شهرداری رفتن و اونجا پاکاری میکنن میبینین که کار سخت است واقعا کار خیلی دشوار است یه وای سخت بله دیگه وسایط ما مس کارگرای ما مس و کار میکنیم که تا بخیر زودتر پاک شود ما یک موضوع رو در هر برنامه تکرار میکنم بعضی بریندای ما سرمه قار میشن که تو چرا همیشه درخواستت از تاجرین یا از کسای دیگه ای است که چرا صدا میکنی سرمه مثلا یا دوستایی که در خارج هستن من میگم اینمی وطنداره ما که اینمی قسم کار میکنن و زحمت میکشن و تلاش میکنن مثل کارمندای شهرداری تاجر ملی ما در داخل افغانستان است کسایی که توانایی مالی دارن برعلاوه یک موش ناچیزی که اینا دارن بین این کارمندای شهرداری را یک کمک فوق العاده بکنین که اینا کمر مت قائم تر ببندن و بیشتر کار بکنن تلاش بیشتر بکنن تا این شهر ما پاک صفا منظم شود تشکر زنده باشه و ما هم خواست ما از تجارای ملی ماینمی است که برای کارگرای تنظیف خصوصا کسایی که نمی نارنج و پوش هستن زحمت زیاد میکشه اول ما صبح از صبح میاییم تا چار چار نیم بجرد دمی هوای سرد دمی هوای سرد نکس چای میخورن نان میخورن و نه وستوان هم 20 افغانی را ندارن که به حساب برن چای بخورن نان و چای تون دگردن خود تون بله بله دیگه به ما اساس خواست ما هم از باید کمکتان کنن بیا بخیر خدا مهربان است اگر یکان کاکا و جوان خرابات پیدا شد یکان چیز کمک کرد خودم میارم براتون تشکر زنده باش. آرام باشی بخیر سلامت باشین موفق باشین در کارتان وطندارای گلم روز روزگارتان خوش باشه وقتتان بخیر باشه در هر جای دنیا که زندگی میکنین انشالله با لبخند با خوشی با آرامش زندگی کنین وقتتان بخیر خدا نگهدار